همراه میشیم با همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو با ما در این بخش همراه شده. مهسا، از بیانیه این چهار کشور بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی کوتاه اما به نظر میرسه نکات زیادی داره. رضا سلام به تو و همراهان برنامه. امروز از تورنتو سرد و برفی با شما همراه شدم. امروز در مورد بیانیه همونطوری که خودت گفتی گفته شده که این دادگاه‌هایی که در تهران تشکیل شده دادگاه‌های ساختگی بودن و نباید افکار عمومی رو منحرف بکنن نسبت به پاسخگویی جمهوری اسلامی در قبال اعمالش در مورد سرنگونی این پرواز. این بیانیه تنها بیانیه نیست که از طرف این گروه صادر شده. در طول زمانی که پرونده پرواز PS752 دنبال میشه، از هفته های اول این گروه تشکیل شده با همکاری اوکراین، سوئد، کانادا، انگلیس و افغانستان، که البته افغانستان بعداً به دلیل مشکلاتی که داشت از این گروه کنار رفته و پیگیری این پرونده رو به دیگر چهار کشور سپرده. اینها همیشه همراه بودند با خانواده های جانباختگان پرواز PS752 و همواره تاکید کردند که در کنار اونها باقی خواهند موند تا بتونن به شفافیت و عدالتی که مستحق اون هستند برسن. در این بیانیه هم به این موضوع تاکید شده که همواره این همراهی رو ادامه خواهند داد. همونطوری که گفتی دادگاه رو نمایشی و ساختگی خوندند و احتمالاً انتظار دارن که بتونن در دادگاه‌های بین‌المللی که 2 ماه و 12 روز دیگه انتظار میره دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه بتونه این پرونده رو ادامه‌اش رو پیگیری بکنه تا بتونن به شفافیت و حقیقتی که منتظر اون هستن بیشتر از 3 ساله بتونن دست پیدا بکنن. مهسا، تو در طول این مدت با خانواده های جانباختگان در کانادا در ارتباط هستی، پرونده رو کامل دنبال کردی، خواسته اونها از دولت کانادا چیه؟ رضا، 2 خواسته اصلی دارن که یکیش از دولت کانادا هست و یکیش بردن این پرونده به دادگاه‌های بین‌المللی. اجازه بده اول از دادگاه بین‌المللی بیشتر صحبت بکنم. در معاهده مونترال 1971 بندی وجود داره که اجازه میده به کشورهایی که در یک سانحه هوایی درگیر هستن، اگر به صورت مستقل نتونن به نتیجه دلخواه برسن، بعد از مدت 6 ماه که تعیین میکنن برای اون کشوری که مقصر هست در ایجاد سانحه، اگر در این مدت به نتیجه نرسن بتونن اون رو به یک دادگاه بین المللی ببرن. این اتفاق در دسامبر سال گذشته افتاده برای کشورهای درگیر با امضای ماده 14 از طرف اوکراین و بعد از اون این روز شمار شروع شده. همونطوری که گفتم 2 ماه و 11 روز دیگه میتونن این پرونده رو به دیوان دادگستری لاهه ببرن، جایی که امیدوار هستن اونجا جمهوری اسلامی موظف باشه تا شفافیت مورد نیاز رو داشته باشه. در مورد خواسته هایی که از دولت کانادا دارن، یک لیستی از خواسته ها بوده که همواره ثابت بوده. قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی، خواسته ای که از ابتدای سرنگونی داشتن و حالا هم همراه با خیزش انقلابی مردم تاکیدشون بر اون بیشتر شده. پیگیری این پرونده توسط سازمان هوانوردی بین المللی ایکائو که مقر اون در مونترال هست، اخراج نماینده جمهوری اسلامی فرهاد پرورش از این سازمان، تشکیل شدن یک پرونده جنایی مستقل توسط پلیس RCMP کانادا، اینها خواسته هایی هست که همون از همون ابتدای سرنگونی خانواده ها داشتن و همواره روی اون پافشاری میکنن. یکی از اونها همونطوری که گفتم نزدیک به 2 ماه دیگه قرار هستش که تحقق پیدا بکنه. یک دادگاه دیگر هم همزمان داره پیگیری میشه، دادگاه کیفری که انجمن جانباختگان پرواز PS752 به اون شکایتشون رو بردن و اون هم در روال قرار گرفته و احتمالاً اون هم به نتایجی خواهد رسید. بسیار ممنونم از تو همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو همراه ما بودی، تورنتوی برفی. خیلی ممنونم مهسا.